خبرها را از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ادامه می‌دهیم. باراک اوباما در نامه‌ای به کنگره آمریکا گفت وضعیت اضطراری درباره رژیم آخوندی را به مدت یک سال دیگر تا 15 مارس 2015 تمدید می‌کند. در نامه رئیس جمهور آمریکا به کنگره آمده است. اولین بار بعد از یک دهه رژیم ایران توافق کرد و گام‌های مشخصی برداشته تا برنامه اتمی‌اش را متوقف کند و جنبه‌های کلیدی آن را به عقب برگرداند. با این وجود اعمال مشخص و سیاست‌های حکومت ایران یک تهدید غیرمعمول و فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده آمریکا می‌باشد. به این دلایل ضروری است وضعیت اضطراری ملی که نسبت به رژیم ایران اعلام شده ادامه پیدا کند و تحریم‌های جامع علیه رژیم ایران برای برخورد با چنین تهدیدی حفظ گردد. دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان رژیم آخوندی را یک دولت مستبد خواند و آن را به تلاش‌های انزجارآور برای تسلیح شبه نظامیان در غزه متهم کرد. به گزارش رویتر نخست وزیر انگلستان در بخشی از سخنرانی خود گفت چندان نسبت به دولت جدید هیجان زده نیستم که اشارش به انتخاب سال گذشته حسن روحانی بود. وی همچنین نسبت به هر گونه مجهز شدن رژیم ایران به سلاح اتمی که تهدیدی برای تمام جهان خواهد بود هشدار داد. وزیر کشور لبنان طی سخنانی رژیم آخوندی را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرد. وی گفت ما می‌دانیم که اسباب سیاسی و راهبردی خشونت‌ها در لبنان ناشی از دخالت ایران و سوریه در امور لبنان است. گزارشگران ویژه ملل متحد با صدور بیانیه‌ای نسبت به وضعیت وخامت‌بار حقوق بشر در ایران، اعدام‌های علنی و افسایش یابنده و اعدام جوانان کم سن و سال، شکنجه و خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کردند. در گزارش گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد تاکید شده است حداقل 176 تن تنها در سال 2014 در ایران به چوبه دار سپرده شدند که نسبت به تابستان سال گذشته یک روند فزاینده را نشان می‌دهد. احمد شهید گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز در گزارشی به شورای حقوق بشر در ژنو نوشت گزارشات قانع کننده‌ای که امسال به او داده شده بیانگر این است که شرایط برای اشخاصی در ایران که از حقوق بشر حمایت می‌کنند وخیم است. او همچنین میزان بالای اعدام‌های صورت گرفته در ایران را محکوم کرد و خواستار توقف فوری مجازات اعدام در ایران شد. به ادامه خبرها توجه فرمایید. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس با عنوان چهارشنبه آخر وحشت خود را از خشم جوانان در روز چهارشنبه سوری نشان داد و نوشت برخی پیکنیک به دور آتش می اندازند تا منفجر شود و از صدای انفجار آن لذت می برند. کارزاری به پا می شود گویی میدان جنگ است. صدای انفجارهای پیاپی که از گوشه و کنار شهر شنیده می شود برای ما که زمان جنگ را به خاطر داریم یادآور شب‌های بمباران و یادآور شب‌های عملیات است. از همان ساعت‌های آغازین به اصطلاح چهارشنبه سوری چهارشنبه سوزی کلید می‌خورد. آخوند مرتجه جوادی آملی تلخکامی رژیم آخوندی از سنت چهارشنبه سوری را به نمایش گذاشت و گفت چهارشنبه سوری سنت بسیار تلخی است. وی چهارشنبه سوری را حرکتی برخلاف عقل و شرع دانست و گفت ترقه‌بازی اتلاف مال بوده و حرام است. یک نماینده مجلس ارتجاع از باند خامنه‌ای خبر استیضاح 6 وزیر دولت آخوند روحانی را تایید کرد. وحید فیاضی در این رابطه گفت به طور حد بعد از تعطیلات عید موضوع استیضاح وزرا جدی‌تر می‌شود. در بین این 6 وزیر احتمال استیضاح وزرای صنعت و معدن، کشور، علوم، آموزش و پرورش بیش از دیگران است. یک عضو مجلس ارتجاع از باند ولی فقیه اعتراف کرد کسری بودجه 45% است. پاسدار میرکاظمی ضمن اعلام این خبر به سیاست‌های مالی آخوند روحانی حمله کرد و گفت عملکرد بودجه روی 55% است. و اینکه سخنگوی دولت میگوید بدون کسری بودجه سال را به آخر رساندند بر چه اساسی است؟ یعنی 45% کسری از نظر ایشان
کوچک و قابل گذشت است. وی افزود دولت نقدینگی را بالا برده و تورم را به مردم تحمیل می کند.